سرخط خبرها. کشته شدن یک نظامی پیشین در دشت برچی کابل توسط طالبان. درگیری طالبان با دزدان مسلح در ولایت سرپل یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشت. طالبان میگویند در سه ماه گذشته 144 جسد ناشناس را دفن کردیم. رحمت الله نبیل میگوید طالبان مرض کشنده برای جامعه امروز و فردای افغانستان و منطقه هستند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا میگوید با تهدیدهای فزاینده داعش وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. در نتیجه حمله انتحاری در وزیرستان شمالی 3 تن کشته شده و 22 تن دیگر زخم برداشتند. و تلفات زلزله در ترکیه و سوریه به 28,000 نفر رسید. به خبرهای تازه و مهم این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز یک شنبه 23 دلو برابر است با 12 فوریه سال 2023 میلادی. مشروع خبرها. کشته شدن یک نظامی پیشین در دشت برچی کابل توسط طالبان. منابع محلی در شهر کابل میگویند که یک تن از نظامیان حکومت پیشین توسط تفنگداران در این شهر کشته شده است. منابع امروز بر رسانه‌ها خبر دادند که این نظامی پیشین رضا هزاره نام داشت و توسط افراد مسلح به قتل رسیده است. با گفته باشندگان محل این رویداد حوالی ساعت 1:30 دقیقه پس از چاشت روز گذشته در چهارراهی شهدا در غرب شهر کابل رخ داده است. در همین حال شماری از منابع دیگر میگویند که این نظامی پیشین از سوی طالبان کشته شده است. با گفته آنها چند تن از افراد مسلح که با این نظامی پیشین درگیر شده بودند افراد طالبان بودند. درگیری طالبان با دزدان مسلح در ولایت سرپل یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشت. فرماندهی امنیه طالبان در سرپل میگوید که نیروهای این گروه با دزدان مسلح درگیر شدند که در این درگیری یک دزد کشته شده و سه نفر دیگر از دزدان زخم برداشتند. دین محمد نظری سخنگوی پلیس طالبان در سرپل میگوید که این درگیری روز گذشته در شهر نو سرپل رخ داده است. با گفته او نیروهای طالبان با 6 دزدی که وارد یک خانه شده بودند درگیر شدند. نظری گفته است که در این درگیری یک نفر از دزدان کشته شده و سه نفر دیگر زخمی شدند. با گفته آقای نظری یکی از دزدان بازداشت شده و دو نفر هم موفق به فرار شدند. وی اما در مورد تلفات نیروهای طالبان چیزی نگفتند. در همین حال منابع محلی میگویند که 3 تن از نیروهای طالبان نیز در درگیری با دزدان مسلح کشته شدند. طالبان میگویند در 3 ماه گذشته 144 جسد ناشناس را دفن کردیم. شهرداری طالبان در کابل میگوید که در 3 ماه گذشته مجموعاً 144 جسد ناشناس را دفن کرده است. شهرداری طالبان در کابل امروز با نشر تویت نوشته است که 30 جسد ناشناس را امروز در قبرستانی در ناحیه 20 شهر کابل دفن کردند. با گفته این نهاد دولتی شماری از اجساد در جریان پاککاری زیر پل سوخته از انبارهای زباله کشیده شدند. در این رشته توییت آمده است که مراسم دفن این اجساد پس از مرحله تشخیص از سوی طب عدلی و صدور جواز دفن توسط ریاست امور کلتوری این شهرداری انجام شده است. رحمت الله نبیل میگوید طالبان مرض کشنده برای جامعه امروز و فردای افغانستان و منطقه هستند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان و فکر طالبانی مرض کشنده و مزمن برای جامعه امروز و فردای افغانستان و منطقه است. و این گفته ها را امروز در تویتر در واکنش به حضور مقامات طالبان در جشن سالگرد انقلاب اسلامی ایران در کابل بیان کرد. رئیس پیشین امنیت ملی همچنان افزوده است که طالبان به همه به دیده رمه می‌بینند و خود را چوپان فکر می‌کنند.
چوپان بیشتر در فکر فرمک کردن و بهره برداری از پوست و گوشت و شیره رمه است، نه به فکر آسایش و راحتی. گفته های آقای نبیل در حال صورت میگیرد که شماری از چهره های طالبان به شمول شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت خارجه طالبان، و لطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، در جشن سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی ایران در کابل اشتراک کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا میگوید با تهدیدهای فزاینده داعش وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که این کشور با پناهگاه امن بسیاری از سازمانهای تندرو و ستیزجویان جهادی تبدیل شده است. آقای نیکلاسون در مصاحبه با رسانه هندی ویون هشدار داده است که با تهدیدهای فزاینده داعش وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. اظهارات او در حال بیان می شود که گزارش های مبنی بر خروج دیپلمات های سفارتخانه های خارجی در کابل از کشور به دلیل نگرانی های امنیتی منتشر شده است و با اشاره به افزایش ناامنی ها در افغانستان و حملات در کشورهای همسایه می گوید که این موضوع به نگرانی اسلام آباد و سایر کشورهای منطقه تبدیل شده است. در نتیجه حمله انتحاری در وزیرستان شمالی 3 تن کشته شده و 22 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه یک حمله انتحاری در مرلی وزیرستان شمالی پاکستان حداقل 3 تن کشته شده و بیش از 22 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات نظامی پاکستان بر رسانه‌ها گفتند که این حمله ناوقت روز گذشته در نتیجه تصادم یک موترسایکل سوار انتحاری با موتر حامل این افراد در پسته کجوری رخ داده است. پسته امنیتی کجوری دروازه وزیرستان شمالی محسوب می شود. به گفته مقامات پاکستانی 3 کشته و 15 زخمی این رویداد کارمندان شرکت پترولیم مالی و 7 مجروح دیگر پرسنل نیروهای FC هستند. تا هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروه مسلحی به عهده نگرفته است. و خبر اخیر این که تلفات زلزله در ترکیه و سوریه به 28,000 نفر رسید. بر بنیاد آخرین آمارهای منتشر شده از زمین لرزه مرگبار ترکیه و سوریه، شماره کشته شدگان از 28,000 نفر فراتر رفته است. زمین لرزه مرگبار در ترکیه و سوریه با قدرت 7.8 درجه ریشتر اوایل صبح روز دوشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد و بر بنیاد آخرین آماری که امروز یکشنبه 23 دل و منتشر شده، شماره کشته شدگان از 28,000 نفر گذشته است. این در حال است که 3 گروه امدادرسانی اعلام کردند که ناآرامی ها در جنوب ترکیه تلاش های امداد و نجات در پی زلزله مرگبار روز دوشنبه را مختل کرده است. گفته می شود که با وجود برخی موارد معجزه آسای نجات مردم، امید به یافتن بازماندگان به تدریج تبدیل به یأس و ناامیدی می شود.